دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که حال همتون خوب باشه. خوش اومدین به اولین ویدیوی آلمانیمون از کلاس اول. بهتون قول داده بودم که شروع میکنیم که آلمانی رو با درسای پسرم که کلاس اول پیش ببریم و ببینیم که چه چیزایی میتونیم اضافه بر آلمانی که دارین میخونین یاد بگیریم. اینجا باید بگم برای دوستانی که در جریان نیستن، این کار رو شروع کردیم برای اینکه خب خیلی کسای زیادی هستن که دارن آلمانی رو از آیک شروع میکنن و خیلی مهمه این که شما آیک رو هم بخونین. یعنی اینجوری فکر نکنین که از کلاس اول میخونین این کافی هستش براتون. به هیچ عنوان اینطوری نیستش، چون به هر حال بچه هایی که الان مدرسه میرن تا حدودی میتونن حرف بزنن، حالا در حد یه بچه، و خوندن و نوشتن رو یاد میگیرن. ولی خب خیلی مسائل مهم هست، خیلی کلمات مهم هست که یاد میگیرن و گراماتیک رو به زودی از اول یاد میگیرن که ما اینجا قدم به قدم همه رو با هم دیگه انجام خواهیم داد. به خاطر همین کانالای دیگر رو یا درسای دیگر رو ول نکنین و حتما به درستون ادامه بدین، ولی اگر دوست داشتین اینجا هم با ما باشین تا یه سری چیزا هم اینجا با هم دیگه یاد بگیریم. یه چیز دیگه هم بگم که اینجا تمرکز ما بیشتر تلفظ و لهجه شما هستش. یعنی اینجوری که با بچه ها یاد میگیرین، از اول یاد میگیرین که چطوری کلمه ها رو، جمله ها رو درست تلفظ کنین و درست بخونین و درست بیانشون کنین. به خاطر همین واقعا این کاری که میکنیم مکمل کلاس های آلمانی تونه. خیلی از دوستان توی اینستا از من پرسیدن که آیا درس میدی یا نه. من سال گذشته خصوصی آلمانی داشتم، ولی امسال متاسفانه یک اینکه از نظر زمان نمیرسم و دو اینکه اون چیزی که توی تصور منه برای دوستان پرداختش سخته، که من متوجه هستم، متوجه این موضوع هستم، امیدوارم ولی اونا هم متوجه این باشن که منم ساعت کاریم اینجا جور دیگه پرداخت میشه و به خاطر همین باید به همون نسبت حساب کنم. به خاطر همین ولی دارم براتون پکیج های خیلی خوب زبان رو درست میکنم که با قیمت مناسب بعداً در اختیارتون خواهم گذاشت و اونا مکمل این کاری هستن که اینجا میکنیم. یعنی حالا یا اونا رو بعداً اگر خواستین بگیرین کار کنین، یا یعنی اینکه کلاس ها رو برین، کلاس های آنلاین برین یا با کانال های دیگه یاد بگیرین، هر جوری که راحتین همون کار رو بکنین. ولی فقط میخوام واقعا دوباره تاکید کنم که این فقط کافی نیستش برای یادگیری زبان، اونم به خاطر اینکه سرعت داره. یه چیز دیگه هم بگم، الان حدود 6 ماه از سال، بیشتر از 6 ماه از سال تحصیلی گذشته و بچه ها هنوز همه حروف رو یاد نگرفتن. به خاطر همین ما با اون تمپو کاملا پیش نمیریم. الان همه حروف رو یاد نگرفتن، ولی من همه حروف رو توی این ویدیو اول به شما معرفی میکنم و طرز تلفظش رو بهتون یاد میدم. به خاطر همین ممکنه یه ذره تمپومون فرق کنه و ممکنه که ما یهو از کلاس اولیا جلو بیافتیم، ولی باز من توی همون چیز مقدماتی، توی اون قسمت مقدماتی میمونم و سعی، یعنی اینطوری نیستش که مثلا فکر کنین حالا یک سال طول میکشه تا شما مثلا بخواین کلاس اول رو برین. احتمالاً ما در عرض چند هفته تمام درسایی که بچه‌ها توی این بیشتر از 6 ماه گذروندن و ما همه رو انجام دادیم و میتونیم ادامه بدیم. اینم باید اضافه کنم، چون ما با اون تمپو کاملا پیش نمیریم، یه هایی ممکنه من یه چیزی رو هم از دانسته های خودم یه هایی این وسط بیارم و بهتون بگم. مثلا الان که میخوایم با آلفابت شروع کنیم، من یه هایی اسپل کردن پای تلفن رو هم ممکنه همزمان یه جوری که ساده باشه براتون بهتون بگم که اونو هم بتونین همزمان یاد بگیرین. برای هر درس 2 تا 3 روز وقت دارین برای اینکه بخونین. من دیگه اینو کنترل نمیکنم، لطفا خودتون همون جوری که صلاح میدونین بخونین و ببینیم با هم دیگه تا کجا پیش میریم. امیدوارم که اونطوری بشه که هم شما تصورشو میکنین و هم من توی تصورم. لکسیون 1 داس دویچه الفابت. درس اولمون هست الفبای زبان آلمانی. البته من قبلا 2 تا ویدیو در این مورد داشتم و یه سری دوستان لطف کردن و تماشا کردن. اگر که ندیدین لازم نیست اونا رو ببینین، من همه رو دوباره توی همین میگم و میخواستم که همه این ویدیوهایی که این سری میخوایم بگیریم همه توی یه مایه باشه که همه رو یه جا داشته باشیم. اونایی که نگاه کردن امیدوارم که منو ببخشن برای این تکرار. الفبای زبان آلمانی از 26 حرف درست شده. این حروف میگن بوخشتابن. یک حرف رو میگن
Buchstabe. Masalan, A ist eine Buchstabe. Und alles zusammen, das sind Buchstaben, mehrere Buchstaben. Pas shuru mikonim be inke yedune yedune man hama ro yeki yeki تلفظش رو بهتون میگم و شما باید، یعنی باید نه ولی میبایستی، اگر که دیدین براتون سخت تلفظ حروف، راهنمایی من به شما، تیپی که من به شما میدونم بدم اینه که گوش کنید، استوب کنین، تکرار کنین، گوش کنین، استوب کنین، تکرار کنین، صدای خودتون رو ضبط کنین و بعد مقایسه کنین و انقدر این کار رو بکنین تا تلفظتون شبیه تلفظی بشه که دارین میشنوین. Die erste Buchstabe ist das A. A. اینو ببینین، این در اصل یه چیزی که ما نداریمش. ما یه آ داریم و یه ا داریم و این دقیقا یه چیزی بین این دوتاست. نه آ هست و نه ا. یعنی A, A, A. الان یه مثال میزنم که فرقش رو متوجه بشین و اینو به خصوص این کلمه رو میگم چون خیلی از دوستان ایرانی یا اونو میگن یا اینو میگن. فروشگاهی هست اینجا به اسم آلدی، آلدی، و یه سری از دوستان بهش میگن آلدی و یه سری از دوستان بهش میگن آلدی. اما از هست آلدی، Aldi. Oder A wie Ameise. Ameise yani Murche. Die Ameise bedeutet Murche. A wie Ameise. Agar bekhoyin ba A khodemun begin, migin Ameise. Agar ba A begin, migin Ameise. Mutawajjeh farqesh intori fekr konam mishin alan. Pas A. A وی آمایزه. حرف دوم هست ب، ب، ب که تلفظش خیلی راحته، ب، مثل بال، مثلا توپ، بال. حرف بعدی هست سی، سی. اینم باز یکی از حروفه که یه ذره مشکل دارن دوستان باهاش. سی، سی، سی. سه، زبون رو به پشت دندون فشار میدین یا هل میدین یا میچسبونین و خونه میشه سه. سه نیست، متوجه فرقش هستین؟ سه نیست، سه درست نیستش، ولی سه کم پیش میاد که از کم پیش میاد که سه خونده بشه. معمولا توی حروف ترکیبی بهش میرسیم و میبینین که چه ترکیبایی داره، ولی مثلا کلمه ای که با سه شروع میشه هست سیزار، به معنی سزار، ولی یه جایی میبینین مثلا که خونده میشه مثل کلاون، ولی الان خودتون با اون الان خودتون رو قاطی پاتی نکنین با اون، به اونا بعدن میرسیم یکی یکی. میرسیم به د، د خیلی راحته، مثل درای، عدد سه، درای. ای، ای همینطوری ای هم خونده میشه، مثل الیفانت، مثل فیل، الیفانت. اف، اف خونده میشه ف، مثل خودمون که میدونیم ف، مثل فقط، دوچرخه، فقط. حرف بعدیمون هست گی، گی همون گ خونده میشه، مثل گیغفه، گیغفه به معنی زرافه. حرف بعدی ها هست، ها مثل هوند، ها همون ه خونده میشه، مثل هوند، سگ، هوند. ای همون ای خونده میشه. الان متوجه میشین که زبان آلمانی یکی از راحتیاش اینه که همون جوری که نوشته میشه خونده میشه و واقعا این خیلی راحتش میکنه، راحت ترش میکنه، میتونست از این سخت‌تر باشه. ای مثل ایگل، جوجه تیغی، ایگل. یوت که صدای یه میده، یوت صدای یه میده، مثل یکه، کاپشن، یکه. کا حرف کا صدای ک میده، مثل کاتسه، کاتسه گربه.
بعدیمون هست ال. ال وی لوه. ال همون صدای ل میده مثل لام خودمون، مثل لوه شیر، حیوان شیر سلطان جنگل. ام مثل ماوس، ام صدای م میده مثل ماوس موش. و ان صدای ن میده، ن مثل ناین، مثل عدد ناین. او که همون صدای او میده خونده میشه او، مثل اورانج پرتقال، اورانج. پ همون صدای پ رو میده مثل پینگوین پ. کو مثل کواله، مثل که خونده میشه ولی معمولا همیشه او پشت سرش میاد، مثل ا که صدای غ میده ولی به یه جاهایی هستش که تلفظ میشه تلفظ نمیشه، اونو باز دوباره بعداً بهش میرسیم. ا در اصل صدای غ میده، باز اینو خیلی توجه کنین لطفاً، غ غ نیست لطفاً، غ نگین اصلاً، یعنی ر بگین خیلی بهتره تا غ بگین. اگر نمیتونین این غ رو این شکلی تلفظ کنین مثل غین خودمون، ولی هنوز از اونم نرمتر و نازکتر، پس غ مثل غکیت، از اون ته میاد غکیت، مثل موشک راکت. اس که معمولا ز تلفظ میشه توی آلمانی، اس مثل زونه، زونه خورشید. حرف بعدیمون هست ت. ت مثل تیگا، ت مثل تیگا، مثل ببر تیگا. او همون او خونده میشه مثل او، یعنی ساعت او. میبینین اینجا ا تقریبا خونده نمیشه ولی اینا رو بعدا براتون توضیح میدم برای تلفظش. فاو وی فوگل، ف خونده میشه توی آلمان و مثل مثالش هست مثل فوگل پرنده، فوگل. و که همون و خونده میشه مثل وال، همون وال خودمون هم میگیم وال، اینا میگن وال، وال. اینجا باز دوباره تلفظ آ رو یه ذره میفهمین که وال نیست، وال. ایکس مثل کسیلوفون، ایکس یه ذره سخت تلفظش، مثل کسیلوفون، این نمیدونم به فارسی چی میشه، سایلوفون های که بچه ها باش موسیقی میزنن. حرف یکی مونده به آخرمون اپسیلون مثل یوگا، اپسیلون یه خونده میشه، اپسیلون یه خونده میشه، مثل اپسیلون مثل یوگا. و حرف آخرمون هست ست که باز دوباره یه ذره سخته، ست ببینین با سه مقایسش کنین، سه ست، ست تهش هنوز قوی تره. ست مثل زبرا، 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 حواستون باشه زبرا هم زبرا، زبرا. خب این بودن 26 حرف الفابت آلمانی. توی ویدیو بعدی میریم سراغ حروف ترکیبی و چند تا حروف اضافی که الفابت آلمان داره، با هم دیگه همه رو تمرین میکنیم. لطفا اگه سوالی دارین زیر این پست بنویسین. خیلی خوشحال میشم اگه کانال رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین که ویدیوهای جدید رو بهتون خبر بده. مرسی و تا ویدیو بعدی، خدافظ.